واقعا من برای این شهادت و تمام جلال و عیسی مسیح میدم. آمین. اگر یادتون باشه من برای دخترم شادی چند مدت پیش گفتم که بیماری روحی داشت، بله. 3 سال خونه نشین بود، از خونه بیرون نرفته بود، بله. بردن یک کلینیکی، بعدم هی دارو دادن و فقط میافتاد میخوابید. دکترم گفت من نه خودم نه پیغمبرم کار دیگه نمیتونم کنم. من همونجا دیدم دخترم گریه میکنه ناامید شده، بهش گفتم که خب تو یه پزشک اعظم داری، نیازی به این دکتر نداری، یه ایمان بیار ببین خدا برای چی کار میکنه. همونجا گفت من دعا میخونم و دعای نجات رو براش خوندم. هللویا. من اصرار از شبکه زنگ بزنن براش دعا کنن، با اونام دعای نجات رو خون و من خودم ترخیصش کردم و آوردمش خونه، گفتم دیگه خدا نیازی نیست. ولی اون داروها رو گرفتم آوردم خودم، گفتم خونه بهش میدم بخوره فعلا. بعد این دختر من اومد خونه و اینو میخواستم بگم که این دختر من از بچگی همیشه هر شب کابوسای خیلی وحشتناکی میدید و به خاطر همینم ما هیچ وقت جایی نمیتونستیم مهمونی جایی میریم شب بخوابیم اونجا بمونیم، چون چنان جیغایی میزد که دیگه کسی نمیتونست بخوابه اونجا. میگفتن بشینیم نخوابیم مبادا این دوباره جیغ بزنه ما اینطوری بلند شیم. وقتی من آوردم خونه و اینم بگم قبل از اون همه تعجب میکردن، فامیل دوستا همه از ما کندن، گفتن تو این همه محبت به این بچه میکنی چرا این دختر اینقدر از تو نفرت داره، چرا اینقدر از تو بدش میاد، حتی تو صورتم نگاه نمیکرد. و من 1 سال و 2-3 ماه که ایمان آوردم از اول از من نفرت داشت. بعد من این دعای نجات و خون آوردم خونه، دیدم که اصلا این نه دیگه تو خواب نه خواب بدی میبینه نه الان 6-7 ماهه و نفرتش تبدیل شد به محبتی که به جای اینکه من برای اون مادری کنم اون داره برای من مادری کنه. یک سره چسبیده به من، یک سره میگه مامان تو هنوز جوونی، چرا به خاطر من موات سپید شد، چرا موات رو رنگ نمی کنی، چرا نمیری لباس بخری. و من یه قرضای خیلی زیادی داشتم، من خب متاسفانه 12 سال پیش با پدر شادی از هم جدا شدیم، دیگه نمیشد زندگی کنیم، ما جدا زندگی میکنیم، من و دخترم تنهاییم. من یه سری قرض داشتم، دختر من چند ساله یه مقدار یه مبلغ کمی ماهانه برای دخترم میدادن. دخترم اگر من جلوش میمردم یه قرون حاضر نبود بده که من یه دکتری برم یه کاری انجام بدم، همیشه از این اون قرض میگرفتم. این قرضای من یه دفعه بالا رفت، مونده بودم چیکار کنم. دخترم اومد پول گذاشت وسط، گفت من همه قرضای تو رو میدم. هللویا. باید به من قول بدی بری موهاتو رنگ کنی، بری برای خودت مانتو بخری. گفتم تو الان تو خونه ای مریضی، من با چه دلی برم؟ گفت تو اگه میخوای منو خوشحال کنی باید بری به خودت برسی، باید من ببینم تو به خودت میرسی، باید تو همون جوونی باشی که قبلا بودی. باور کنید برای من داره مادری میکنه. خدا رو شکر.